کار کرده. بیاید اینجا این پایینو بخونید. D, be careful with spelling. You can lose marks if you spelling if your spelling is wrong. خب پس اینجا میگه اشتباهی کرده اسپلینگش درست نیست. توی متن بهتون گفتم باید اینو بزنید grandparents stories، باید یه آپاستروفی بعد اس بذارید، حالت ملکیش بکنید. خب پس اینجا میگه این اشتباه رو کردن. استوریز هم نگاه بکنید، استوریز رو باید بذارید استوریز. پس این قسمت پایین شرط داده که اشتباهش چیه. این میخواد ما اینم ببینیم اینم حالیمون میشه یا نه، اون حساب باید اینو مچ بکنیم. بخاطر این حالا around question 3 میگه What negative word can describe how it sometimes feels to live alone؟ یه چه واژه‌ایه که بار منفی داره وقتی میخواد بگه که ما یه زندگی بکنیم، تنها زندگی بکنیم، یه همچین حالتی به همون دست میده. خب Living alone can be lonely. Living alone can be lonely. این ایراد این جواب چیه؟ با اینکه lonely درسته. ورداشته 1, 2, 3, 5 تا واژه اومده جواب داده. این گفته با زیر 2 تا واژه جواب ما رو بدید. پس اینجا A. Don't write more than the number of words you are given. You mustn't write full sentences. میگه فقط بهت گفتن دو تا یه سه تا واژه استفاده کن، ور ندا بیشتر از اون دو سه تا واژه استفاده کن، ور ندا یه جمله کامل بنویس که خراب بکنی کارو. پس اون حواست با اون باشه. اوکی؟ خب دوستان این ساعت داره تموم میشه. اوکی؟ من 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه برمیگردم اینو ادامه میدیم. اوکی؟ صفحه 10 رو ادامه میدیم، نگاه میکنیم. آره الان این صفحه 10 داریم نگاه میکنیم، من برمیگردم صفحه 10 رو ادامه میدیم. صفحه 10 کتاب Mindset for IELTS 1 رسیدیم، قسمت یونیت 1 توی ریدینگ هستیم، قسمت 7 رسیدیم به question 3 رو هم جواب دادیم. گفتیم که زیادی استفاده واژه استفاده نکنید. وقتی امتحان بهتون گفته که با 2 واژه یا کمتر جواب بدید، برنده دی خط بنویسید. خب سوال 4 question 4 According to the Italian proverb Who should you phone when you have a problem? Who should you phone when you have a problem? میگه یه ضرب المثل ایتالیایی گفته که کیو باید زنگ بزنی وقتی مشکل داری؟ خب این جوابو داده، ولی ما بایستین از این خط A تا D یکی رو انتخاب بکنیم ببینیم جواب اشتباهش چیه. من C رو انتخاب کردم. نوشته Don't change words in the text. Remember The instructions tell you to choose words from the text. Your grand نداریم. Your grand. میگه بردا از اون چیزی که توی تکسته، اون چیزی که به دادن استفاده بکن. از خودت چیز درست نکن. Your grand نداریم ما. Your grandmother. مثلا تو احتمال داره به مادر بزرگت بگی granny. و ندا اونو بنویس. همون چیزی که توی تکست گفته بگن. Your grandmother. Okay؟ روز توی این تمرین ما دیدیم که جوابی که اشتباه متن A تا D کدوم شهر میده چرا این جواب اشتباه. حالا میاد تو همون قسمت 8 تو همون صفحه میگه Now correct the answers in exercise 7. حالا جواب صحیح رو بنویس. خب ما میدونستیم question 1 What percentage of children in South Africa live with their extended family؟ خب غلط بود دیگه، over 40% شون جا زندگی میکنم، شاید 70% over 40%. 2
What helps children in extended families learn about the past? ما گفتیم داستانایی که داستان و زندگی پدر مادر بزرگ پدر بزرگ مادر بزرگ grandparents stories بعد اینجوری بنویسید grandparents apostrophe stories داستانای پدر مادر بزرگ پدر بزرگ مادر بزرگا. 3. What negative word can describe how it sometimes feels to live alone? Negative word چیه؟ lonelyه. حس تنهایی آدم داشته باشه. این برداشته بود یه جمله داده بود. گفته بود چرا جمله دادی؟ خودمون گفتیم دو تا لغت استفاده بکن. بعد برای 4. According to the Italian proverb, who should you phone when you have a problem? خب؟ Your grandmother. ننوشته your grand. Your grandmother. پس ور نداره خودت یه فرمول درست بکن. حالا میریم قسمت 9. Grammar focus. Tenses. بخواد یه چیز گرامری به همون بگه. ببینید اینجا این تیپ 7 رو خوندم براتون انگار. Some grammar words. مثلا the, some can be omitted in order to get the right number of words. دیدیم بالا گفتش که دو تا یا سه تا لغت جواب با دو یا سه لغت جواب رو به همون بدید. این میگه بعضی وقتا هستش the و some و اینا رو میتونی کنسل بکنی که یه جواب سه لغته یا دو لغته بدی. بعضی نکته های گرامری رو احتراج نیست بذارید. The, some can be omitted, حذف بشن in order to get the right number of words. خب حالا بریم اینجا قسمت نهم صفحه 10 answer these questions. What tense are most of the verbs in the text? بیشتر فعلایی که تو این تکست استفاده کردیم چی هستن؟ present simple هستن، زمان حال ساده هستن. خب حالا گفته to choose the correct reason for the choice of the tense. A, B or C. ما برای چی simple present استفاده کردیم یا present simple؟ به دلیل اینکه the verbs describe things that are generally true. زمان حال ساده رو ما انتخاب میکنیم برای وقتی که راجبی یه چیزی صحبت بکنیم که هر روز اتفاق میفته، بیشتر وقتا صدق میکنه. That's why you use it. خب مثلا وقتی میخوایم بگیم زمین میچرخه دور خورشید یا ماه دور زمین میچرخه، این یه کاریه که همیشه اتفاق میفته، زمان حال ساده استفاده میکنیم. پس میگه این چیزهایی که ما تو این داستان رو بهتون گفتیم چیزهایی که بیشترش واقعیت داره، اتفاق میفته. به خاطر اون we choose the present simple because the verbs describe things that are generally true که معمولا واقعیت دارن، حقیقت دارن، اتفاق میفتن. پس این افعال این چیزها رو شرح میده. پس اینم از این. حالا بریم سر وقت صفحه بعدی صفحه 11. Okay. حالا ببینیم اون بالا چی گفته. Grammar, focus, adverbs and adverbs of frequency. این قیدای تکراری رو داره میخواد بهمون بگه. ببینیم اینجا چی گفته. سمت راست که گفتم اونا رو همیشه بخونین، این چیزایی که تو حاشیه است. Grandparents often have more time to read to children. پدر بزرگ مادر بزرگا اکثر وقتا بیشتر وقت دارن. اکثرا بیشتر وقت دارن که برای بچه‌ها داستان بخونن و اینا. Often is an adverb of frequency. قید تکراره. خب it gives us an idea of how often something happens. بهمون یه ایده میده، همینجوری بهمون میگه که چیه چند دفعه یه چیزی اتفاق میفته. اغلب، بعضی وقتا، این چیزایی که frequency adverbs often usually never always rarely به ندرت اینا frequency adverb. پس the present simple tells us about regular events and adverbs of frequency are common with this tense. میگه چون ما میخوایم زمان حال ساده رو استفاده بکنیم زیاد و این
قیدای تکراری هم باید زیاد استفاده میشه، به خاطر اینه داره اینجا بالا چی میاره پیش میکشه این مطلب رو.